یک کنجکاوی پای دیگه غذا برای مخلوط کردن چند ماده غذایی با هم هرچه بود، والی رشت توانست یکی از محبوب ترین غذاهای ایرانی را طبخ کند و بعد هم به اسم خودش در کل ایران گسترش بدهد. داستان این ویدیو میرزا قاسمی است. با درود دیگر خدمت شما همراهان کانال خوشمزه، امروز در خدمت شما هستم با یک خوشمزه دیگه که قبل از اون در مورد تاریخچه آن توضیح کوتاهی خدمت شما عزیزان عرض میکنم. قبل از تماشای این ویدیو لطفاً چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید و در ادامه با چنل خوشمزه همراه شوید. احتمالاً وقتی داشت روی شعله بادمجان کباب میکرد تا با گوجه فرنگی، سیر و تخم مرغ غذای جدید بسازد، روحش هم خبر نداشت که دستپختش به یکی از معروفترین غذاهای گیلان و بعدها هم به یکی از محبوبترین غذاهای ایرانی تبدیل شود. حکایت از آنجا شروع میشود که میرزا قاسم خان قاجار، حاکم گیلان، در دهه 1230 علاقه زیادی به آشپزی و طبخ غذاهای جدید داشت و به همین دلیل همیشه غذاهای جدیدی را امتحان میکرد. اما یک روز که در حال ترکیب مواد مختلف بود، با ترکیب بادمجان، گوجه و سیر توانست به طعم بی‌نظیر میرزا قاسمی دست پیدا کند. او این غذا را در سراسر گیلان با نام میرزا قاسمی رواج داد و بعد از اینکه به حاکمیت فارس برگزیده شد، میرزا قاسمی را در استان فارس هم رواج داد. وی را پس از فوت در جوار آرامگاه حافظ شیرازی به خاک سپرد. از خطه گیلان دو غذای معروف وارد سفره مردم کل ایران شده است، یکی فسنجان و دیگری میرزا قاسمی است. غذای ارزان و راحت پز و خوشمزه و دوست داشتنی. این نکته را هم نادیده نگیرید که محمد قاسم خان والی در تهیه این غذا تنها ذوق به خرج نداده است، یعنی میرزا قاسمی چیزی بیشتر از طعم خوب و رنگ چشم نواز است. میرزا قاسم خان مثل بسیاری از آشپزهای دیگر در ترکیب مواد غذایی به ارزش تغذیه آنها هم توجه داشته. بادمجان میرزا قاسمی سرشار از فیبر است و در زمانهای قدیم که مشکل هاضمه یکی از مشکلات اصلی مردم بوده است، دستگاه گوارش آنها را به درستی به کار می انداخته. سیر هم که در دستگاه طب قدیم و ابن سینایی پرخاصیت ترین خوراکی بوده است و امروز هم می دانیم ارزش تغذیه‌ای بالایی دارد. تخم مرغ هم به این غذا پروتئین اضافه می کند و حکم گوش را در میرزا قاسمی دارد تا این غذای خوشتم به جان و تن خورندش قوت و نیرو هم بدهد. از هر زاویه‌ای به این غذای خوشطعم ایرانی نگاه کنیم، ارزش غذایی بالایی دارد و در عین حال بسیار کم کالری است. در گیلان مرسوم است که میرزا قاسمی را همراه با کته شمالی سرو می‌کنند. پس می‌توان میرزا قاسمی را همراه با نان تازه و یا برنج کته نوش جان کرد. شاید شما در سفرهایتان میرزا قاسمی را در رستوران‌های محلی و با دستپخت بانوان هنرمند شمالی امتحان کرده باشید و طعم بی‌نظیر آن در خاطرتان مانده باشد. پس با ما باشید برای درست کردن یک میرزا قاسمی خوشمزه با خوشمزه. مواد لازم: بادمجان متوسط 5 عدد، گوجه فرنگی 2 عدد، سیر 4 حبه، روغن به میزان لازم، نمک و فلفل به میزان لازم، زردچوبه 1 قاشق چایخوری و تخم مرغ 2 عدد.
ابتدا ما باید بادمجونا رو کبابی کنیم روی آتیش. اگر روی زغال باشه که خب خیلی خوشمزه میشه، ولی ما چون زغال نیست و در منزل هستیم، بادمجونا همونطور که در تصویر میبینید قسمت اون سرش رو میگیریم و یک شکاف توش ایجاد میکنیم و روی یک توری یا ظرفی که مخصوص کباب پز باشه بذارید روی گاز، بادمجونا رو بچینید روش و یه درم بذارید که کاملا توش مغزبخ بشه. به این صورت تمام بادمجونا رو کبابی میکنیم. اگر دوست داشته باشن عزیزان میتونن داخل فر هم بذارن، ولی روی آتیش یک طعم بسیار لذیذتری میگیره. باید بادمجونا رو پوست بگیرید. برای اینکه بادمجونا رو راحت بتونید پوست بگیرید، میتونید بادمجونا رو که وقتی گرم هست داخل پلاستیک بذارید، ببندید، بذارید کمی سرچه، راحتتر پوستش کنده میشه. یا یک ظرفی رو آب بریزید، بادمجونایی که تنوری کردیم بنازید داخلش، خیلی راحتتر اونجوری پوستش کنده میشه. مرحله بعدی سیر هست. سیرها رو با رنده ریز، همونطور که دارید میبینید من رنده میکنم. حالا این بادمجونایی که تنوری کردیم باید خردشون کنیم. بعضی از عزیزان از گوشکوب استفاده میکنن، ولی خیلی نمیخوایم له بشه، چون خود به خود وقتی تو تابه هست خودش له میشه. با همین چاقو اینو خرد کنیم کافی هستش. در مرحله اول سیر رو ما سرخ میکنیم. میزان روغن هم بستگی به خودتون داره، میتونید روغنشو بیشتر از این کنید، میتونید کمتر، اونی که بستگی به خودتون داره که چقدر بخواید چرب باشه. سیر رو خیلی سرخ نکنید، تلخ میکنه غذاتون رو. زردچوبه رو بهش اضافه میکنید. بعد بادمجونایی که خرد کردیم میریزیم داخلش. چون بادمجونامون پخته هستش، سیرم که سرخ کنیم زیاد لازم نیستش که این غذا روی گاز بمونه، خیلی سریع و راحت آماده میشه. الان تو این مرحله ما گوجه ها رو ریز میکنیم. گوجه ها رو حالت نیگینی میتونید خرد کنید. بعضی از عزیزان دوست دارن که اونو رنده کنن، ولی من خودم اینطوری ترجیح میدم که خرد باشه بهتره. حدود 3-4 دقیقه که گذشت بادمجونا روی حرارت کم موندن، الان دیگه ما اون گوجه هایی رو که خرد کردیم باید بریزیم داخلش. من این وسط یه جا باز میکنم برای اینکه گوجه مستقیما کف تاوی بریزه و زودتر آبش گرفته بشه. صبر میکنیم تا گوجه ها کمی حرارت ببینه، بعد دیگه تمام مواد میتونیم با هم مخلوط کنیم. روش های متفاوتی داره درست کردن میز آسمی. بعضی از عزیزان دوست دارن که تخم مرغ کاملا مخلوط بشه باهاش، ولی این روش که من درست میکنم که میخوام تخم مرغ روش بشکنم، ولی در انتها میبینیم این روش سنتی و بسیار قدیمی هستش. یه مقدار فلفل سیاه بهش اضافه میکنم و همچنین نمک. یکی از فوتوفنایی که من خودم همیشه انجام میدم توی میز آسمی، یه مقدار کمی ترشی باید اضافه کنید، آب نارنج یا حالا آب لیمو. ببینید کاملا با هم ترکیب شده دیگه. کلن زمانی که از اول، یعنی از پای سیر ما میزنیم روی گاز تا این میز قاسمی ما آماده بشه، حدود 20 تا 25 دقیقه بیشتر زمان نمیخواد، زیاد روی گاز نذارید بمونه.
الان دیگه بادمجون و گوجه کاملا به خورده هم رفتن، وقتش که ما تخم مرغ رو بشکنیم. نکته ای که من گفتم الان اینجاست، من این تخم مرغ رو میشکنم و دیگه با درش رو بذارم تا این تخم مرغ رو بپزه. اگر کسی دوست داشته باشه میتونه تخم مرغ رو هم بزنه، کاملا مخلوط کنه با هم دیگه. این هم از میزه آسمی ما، ببینید تخم مرغ ها رو نگاه کنید. اگه بخواید کاملا سفت شه بیشتر بذارید رو حرارت بمونه، ولی این اندازه کافی است. این روش کاملا سنتی از مادر بزرگان است که اینطوری درست میکردن. همراهان عزیز خسته نباشید، اینم از میرزا قاسمی لذیذ ما. امیدوارم که با ما همراه بوده باشید و لذت برده باشید. در کنار میرزا قاسمی یک کته گیلانی بسیار مزه میده، یا میتونید یک نون تازه در کنارش سرو کنید. طرز تهیه نان لواش هم در کانال ما هست. از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشحال هستم. برای اینکه ما رو حمایت کنید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دیگر دوستانتون معرفی کنید. لطفاً لایک فراموش نشه. اگر سوال دارین برای من کامنت بذارین، حتماً پاسخ خوب شما عزیزان خواهم بود. خدا نگهدار تا خوشمزه دیگه.